در سال جاری بایدن رئیس جمهور آمریکا طی بیانیه تاریخی هر گونه اعمال تبعیض علیه مسلمانان و یهودیان را ممنوع اعلام کرد. تاکنون مسلمانان به عنوان یک گروه قومی تلقی نمی شدند و مشمول قانون مقابله با جنایات ناشی از نفرت تحت عنوان ششم قانون حقوق مدنی 1964 قرار نمی گرفتند. با هم گزارش علی اکبری را ببینیم. یک پژوهشگر آمریکایی طی یادداشتی بر این حقیقت اذعان نموده که این یک واقعیت است که برخی از گروه‌های قومی در ایالات متحده آمریکا همچنان وجود دارند که امکان تبعیض و انجام رفتارهای متعصبانه نسبت به آنان وجود دارد. در حالی که با توجه به وجود برخی از چهره‌های برجسته آمریکایی که تبار آفریقایی، اسپانیایی و یا سایر ملیت‌ها از جمله متعلق به کشورهای اسلامی را دارند، باید نسبت به این مسئله تجدید نظر نمود. نفرت پراکنی علیه مسلمانان آمریکایی یک شیوه رایج و نامناسب در سیاست آمریکا است و ترامپ با وضع قوانینی علیه مسلمانان مدعی شد اسلام از ما متنفر است و با همین استدلال نزدیک به 4 میلیون مسلمان آمریکایی را خائن معرفی کرد. یکی از مشکلات موجود در قوانین آمریکا این است که تاکنون مسلمانان یک گروه قومی تلقی نمی‌شوند و مشمول قانون مقابله با جنایات ناشی از نفرت تحت عنوان ششم قانون حقوق مدنی 1964 قرار نمی‌گرفتند. این قانون می‌گوید هیچ شخصی در ایالات متحده نباید در زمینه نژاد، رنگ یا ملیت پیشین خود مورد نگاه نژادپرستانه و تبعیض قرار گیرد و از مزایای شهروندی محروم شود یا تحت هر برنامه یا فعالیتی که از کمک مالی فدرال برخوردار است استثنا شود. حال در یک رخداد بزرگ تاریخی دولت بایدن تفسیری از عنوان ششم صادر کرده که کاربرد آن نه تنها برای یهودیان بلکه برای مسلمانان آمریکایی و آمریکایی‌های سیک تأکید دارد، چرا که مسلمانان و سیک ها نیز علاوه بر یهودیان شلاق نگاه‌های نژادپرستانه را احساس می‌کنند. با این اوصاف 8 بخش کلیدی دولت فدرال به این طرح پیوستند، از جمله وزارت کشور ایالات متحده به 7 آژانس دیگر در سراسر دولت فدرال پیوست تا برای اولین بار به صورت مکتوب اعلام کند که عنوان ششم قانون حقوق مدنی 1964 اشکال خاصی از یهودی ستیزی، اسلام هراسی و موارد مرتبط را ممنوع می کند. اشاره به مصادیق تبعیض در این اعلامیه آخرین گام از اجرای استراتژی ملی تاریخی دولت بایدن و هریس برای مقابله با یهود ستیزی است که در ماه می سال 2023 منتشر شده است. دیب هالند وزیر کشور ایالات متحده آمریکا که خود یکی از بومیان سرخپوست آمریکایی است در مورد این ابتکار تاریخی اظهار داشت هر فردی در این کشور باید به منابعی که دولت فدرال فراهم می کند دسترسی داشته باشد. دولت بایدن و هریس با تصویب این قانون تصریح نمودند که یهودی ستیزی، اسلام ستیزی و انواع تبعیض مرتبط با آن جایی در آمریکا ندارند و این کشور متعهد است که به ارزش‌های آمریکایی عمل کند و حمایت‌های مهم از شهروندان آمریکایی در زمینه حقوق مدنی را به نحو مطلوب اجرا کند. با اینکه مسلمانان آمریکایی در حملات 11 سپتامبر 2001 دست نداشتند و این حملات توسط گروه کوچکی از سنی‌های تند را انجام شد، اما تاکنون حدود 4 میلیون آمریکایی دچار تبعیض‌های ناشی از این قانون قرار گرفتند. حالان که برجسته ترین چهره های علمی و تجاری در میان شهروندان آمریکایی، اهم از پزشک، استاد دانشگاه، دانشمندان برجسته، وکلای مجرب و تاجران موفق از جامعه مسلمانان وجود دارند. بسیاری از مقامات محلی، ایالتی و فدرال با مسلمانان آمریکایی با تنفر رفتار می کنند و به طور گسترده حقوق قانونی آنها نقض شده است. مساجد آنان مورد حملاتی نظیر آتش سوزی قرار گرفته، به زنان محجبه حمله شده و برخی از گروه های ملی گرای سفید پوست آنها را در معرض سخنان نفرت انگیز
قرار دادند. بایدن با این بیانیه قدرت و نفوذ گسترده دولت فدرال را به عنوان اهرم فشار جدیدی برای اجرای این قانون قرار داده تا اطمینان حاصل شود که مسلمانان آمریکایی از حقوق کامل قانون اساسی خود برخوردار هستند. اگر قرار است آنان نژاد تلقی شوند و توسط بسیاری از سفید پوستان نژاد پرست با آنان به عنوان یک گروه قومی خطرناک رفتار شود، در این صورت باید از آنان بر اساس عنوان ششم قانون حقوق مدنی 1964 محافظت به عمل آید. علی اکبری، اخبار شیعه. دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن با ما هم هستند. آقای دکتر سلام عرض ادب. عرض سلام و درود دارم خدمت شما و مهمانانتون. بزرگوارید آقای دکتر. آقای دکتر، آیا با تصویب این قانون توسط دولت بایدن بهبودی در وضعیت جامعه مسلمانان در آمریکا رو خواهد داد؟ بفرمایید. خدمت شما عرض کنم با توجه به تفاوت دیدگاهی که در رابطه با دکترین جمهوری خواهان و دموکرات ها وجود داره، دموکرات ها معمولا خط مشی سیاسیشون مبتنی بر نظام لیبرالی و آزادی های حقوق بشر هست. طبیعتا خب اتفاقاتی در این دوره خواهد افتاد، ولی اینکه تضمینی وجود داشته باشه که برای دولت بعد این قانون بتونه در بخش های مختلف دولت فدرال به اجرا در بیاد، به ویژه در مدارس، این در واقع نیازمنده کار بیشتر هست و نمایندگان کنگره و سنا معمولا در این رابطه اطلاع رسانی میکنن. من تصورم این هستش که در دوره دموکرات ها طبیعتا شاهد تغییراتی خواهیم بود نسبت به برخی اقلیت های دینی، ولی باید صبر کرد تا ببینیم مجرای در واقع صحیح اجرای این سیاست تا چه حد پیش خواهد رفت. آیا ضمانت های اجرایی کافی برای رفتارهای نجات پرستانه و تبعیض آمیز علیه مسلمانان توسط افراد گرایان آمریکایی وجود داره؟ معمولا برای یه چنین قانون هایی که در تاریخ سیاسی آمریکا نسبت به برخی گروه های نژادی و گروه های مذهبی وجود داره، دولت فدرال معمولا خیلی نمیتونه در همه شؤونات این قانون رو در واقع به اجرا در بیاره. در داخل دولت فدرال همون گونه که عرض کردم این مسائل رو خواهیم دید که خودشون رو ملزم به اجرای این قانون ببینن، ولی افراد گرایی در داخل دولت، در واقع داخل کشور آمریکا، معمولا به یک شکلی که هنجار شکنی تلقی میشه طبیعتا بروز و ظهور پیدا میکنه، کما اینکه ما شاهد قرآن سوزی در چند سال اخیر در آمریکا بودیم. ولی دولت نسبت به این موارد معمولا اگر قانونی تصویب بشه خودش رو متعهد میدونه و طبیعتا تأثیرات جدی خودش رو برای کنترل یک سری افرادگری ها انجام خواهد داد. در صورت روی کار آمدن مجدد جمهوری خواهان، آیا امکان لغو این قانون وجود داره؟ ببینید، با توجه به سیاست‌های تندی که آقای ترامپ در دوره ریاست جمهوریش علیه برخی کشورها مبتنی بر اینکه سیاست‌های تروریستی در واقع یا خطراتی که از طرف مسلمان‌ها تلقی می‌شد ایجاد شد، محدودیت‌هایی رو برای ورود اتباع برخی کشورها در واقع ششبری که یکی از اونها هم ایران بود اعمال کرد. من تصورم بر این هستش که با توجه به طرحی که ترامپ داده بود مبنی بر کشیدن دیوار در مرزهای جنوبی آمریکا و جلوگیری از ورود غیرقانونی اتباع کشورهای خارجی، در رابطه با این موضوع میشه گفت بله، من تصورم این هستش که یک شکاف بزرگی بین دیدگاه جمهوری خواهان و دموکرات ها وجود داره، چون جمهوری خواها مسائل مربوط به آنارشیسم خارج از در واقع آمریکا رو موضوعی میکنن که در اون رابطه بتونن سیاست های خودشون رو مبتنی بر ایجاد نظم نوین جلو ببرن. میشه یک سری تغییرات رو در دولت بعدی جمهوری خواهان اگه سر کار بیان دید، ولی اگر همین دولت دموکرات ادامه پیدا بکنه طبیعتا برای اون زیر مجموعه های قانونی محکمی رو قرار خواهند داد و من تصورم این هستش که احتمال زیاد دولت جمهوری خواهان اگر بعد از بایدن بیان
یک شفافیتی باید در این رابطه ایجاد بشه، به خاطر اینکه مسئله اسلام حراسی در واقع هنوز در برخی از متن جامعه آمریکا وجود داره و نسبت به اون باید تدابیر ویژه‌ای رو جناح جمهوری خواهان یا دموکرات ها در توافقاتی که دارن برای ایجاد نظم عمومی در داخل جامعه آمریکا داشته باشن. سپاسگزارم از شما آقای دکتر ابراهیم روشندل از واشنگتن با ما همراه بودند.